داعی مولانا برای نیل به ساحت خاموشی ضرورت سکوتی بوده که در مولانا پیدا شده بود، چون او از فقاهت بعد از نیل به عالی ترین مقام فقاهت ترفی نبست. متوجه شد که فقاهت پاسخگوی آن آتش درونی انسان نیست، از کلام همینطور، از حکمت همینطور، از همه شقوق دانایی، از همه شیوه ها و روش ها و اصول و فروع علم مدرسی مولانا به اون موقعیتی نرسید که بیارامد، بغنود، در یک پایگاه اطمینان قرار بگیرد. لذا مدتی خاموش بود، این خاموشی بر او تحمیل شده بود، چون حرفی برای گفتن نداشت. حرف برای او حظی نمی بخشید، بهره‌ای نمی داد. مدتی گویا سکوت داشت، نه اینکه حرف نمی زد، نقش اصلیش خاموش بود، بلا گفتار متعارف رایج با مردمان امریست که به هر حال برای همه باشندگان در اجتماع ضروری است. حرف می زنن رفت و فتق امور عادی، اما حرف خودش نیست، رفت هوائجه. در این حد گویا مولانا با مردمان سخن می گفت، نقش اصلی او خاموش و بخت و حیرت بود. این خاموشیه، این چنینی شاید او رو متوجه ساخته به گنج خاموش وجود خودش، گنج خاموش وجود خودش. وقتی انسان به گنج خاموش وجود خودش رسید، اون گنج خاموشش می شود همون راز، گنج خاموش وجودش می شود راز، یعنی نگفتنی، غیر قابل بیان، اما بسیار سترگ، بسیار ارجمند، بسیار گرانمایه. به قدر این خاموش و مترادفات خاموش را مولانا در خصوصا دیوان کبیر، دیوان شمس، در آخرین ابیات یا بیت فرجامین یا یکی دو بیت آخر هر غزل آورده، یا خاموش یا مترادفات خاموش، مفهوم و مضمون خاموش، به قدری که بعضن احساس کردن یا پنداشتن که مولانا تخلص شعریش خاموش است، او را به خاموش شناختن، تخلص شعری او را در حقیقت خاموش به حساب آوردن. اما در خاموشی مولانا اساس و بنیاد و ریشه خود را دیده، دیده که انسان میرسد به خاموشی، از حرف حکایت میرود به خاموشی، حرف رو به کف روی آب تشبیه میکنند، خاموشی را به زلال آب دریا، به عمق آب دریا، به هیبت و سهولت آب دریا تشبیه میکنه. ما آدم هایی هستیم که باید خاموشیمون رو پیدا کنیم، تا خاموشی خودمون رو که ژرفایی ماست، عمق ماست، ارجمندی ماست، استواری ماست، پیدا نکنیم هرگز حتی در بهشت هم ما نخواهیم آرامید. بهشت هم محل آرامشه کسی که در حرف و حکایت، به تعبیر خود مولانا از حکایت حکایت گشته، بهشت هم محل آرامش او نخواهد بود. ما چو خود را در سخن آغشته ایم، از حکایت ما حکایت گشته ایم. من تقاضا می کنم از استاد گرانمایه جناب آقای کوهپایی عزیز که ایشون مدت هاست در کانادا بحث هایی در خصوصا مثنوی و موارد مختلف علوم انسانی دارن، بسیار
نکته های دقیق و مفیدی رو من از ایشان شنیده و آموختم. همچنین توفیق رفیق ما بوده که یک زمان رفاقت نوعی از دانشگاه را با هم دیگه داشتیم در گذشته. به هر حال یک سابقه هم کلامی و هم بحثی در حقیقت بین ما بوده است. بسیار خرسندم که از سال 1367 تا کنون که من ایشون رو زیارت نکرده بودم، از نزدیک دورا دور از بحث‌هایشون استفاده کرده بودم، امروز به ایران تشریف آوردم. من تقاضا کردم که بتونیم هر حال در این محضر، در این فرصت از بیانات ایشون، از مراتب فضل ایشون، از نکته های دقیق ایشون استفاده کنیم. بحث ما در دفتر سوم مثنوی دقوقی است. من بدون اینکه به بحث دقوقی مستقیما بپردازم، از ایشون تقاضا میکنم که تشریف بیارن، من هم مثل شما استفاده بکنم از صحبت های گرانمایه‌شون. بفرمایید. به نام آن که در بدایت، بدایت همه چیز و در نهایت، نهایت همه چیز اوست. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. قل تعالی آیتیست از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی می رویم. کشتی روحیم در طوفان نوح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم. قل تعالی آیتیست از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی می رویم. خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. ای کوه هستی ما ره را مبند، ما به کوه قاف و عنقا می رویم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما سروران گرامی، شیفتگان حقیقت و معنویت. افتخاری است که در این محفل و انجمن روحانی که بوی مولانا می دهد و در محضر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر نبوی عزیز ما و عزیز شما و افتخار جامعه فرهنگی و دوستداران مولانا، درس خودم رو پس میدم. همطور که عزیزان استحضار دارن، مباحثی که حضرت استاد اینجا دنبال میکنن در ارتباط با داستان دقوقی و کرامات دقوقی و ابدال است و همه شما عزیزان استحضار دارید که این داستان و این حکایت با اون کالبد شکافی که ایشون دارن از پر رمز راز ترین حکایت های مثنوی است. بنابراین به دنبال دعوت ایشون که افتخاری است برای من، تصمیم گرفتم که قدری کوتاه در ارتباط با مسئله راز و رازدانی خدمت شما گفتگو کنم. همه عزیزان استحضار دارن که عرفان جوهرش راز است، جوهرش حیلت است و قدم به قدم در مثنوی با حکایت‌های رازآلود
ما مواجه می شویم. در همون اول دفتر اول مثنوی که مولانا دو مقدمه دارند، یک مقدمه به نظم است که همون که بشنو این نی چون شکایت می کند و جدائی ها حکایت می کند، یک مقدمه هم به زبان عربی و فارسی داریم که به نثر است. در اونجا می فرماید هازا کتاب المثنوی، این کتاب مثنوی است و هو اصول دین، یعنی اون دینی که مولانا دارد، لایه‌های پنهان و لایه‌های پنهان، اصول دین. این بحثش مفصل، من ورود بهش نمی کنم که چرا سه مرتبه مولانا میگوید اصول دین فی کشف اسرار الوصول و الیقین، یعنی اون چه که در عرفان میخوان به ما بدن دو گم شده است، یک گم شده وصال است و یک گم شده معرفت و یقین است. شریعت و طریقت و حقیقت ما رو به وصل میرساند و به یقین میرساند. میفرماید اسرار وصول و یقین را، اسرار الوصول و یقین. من یه مقدمه ای دارم با کسب اجازه از محضر شما، این مقدمه رو با کلامی از امام علی آغاز می کنم، چون مولانا هم مرتب می گوید که از تو بر من تافت چون داری نهان. من کلام خودم رو با جمله از امام علی شروع می کنم، مقدمه قرار می دم که اشاره به همین رازآلود بودن و رازدار بودن عارفان میکند. در این عبارت اینو میخوام مقدمه قرار بدم برای ورود، که عارفان سراسر عموما خصوصا مولانا اینها رازدانن و سر را حفظ میکنن و رازداری میکنن. در این رابطه امیرالمؤمنین خطبه ای دارن در نهج البلاغه، خطبه 222، چه از پرمغزترین و پرنقصترین خطبه های عرفانی نهج البلاغه است. در اینجا امیرالمؤمنین در ارتباط با قلب سخن میگوید و همه عزیزان این رو میدونن که در نگاه های الهیاتی و عرفانی به قلب و به دل انسان توجه خاصی شده است. منظور از دل و قلب هم این ماهیچه سرخی نیست که خون رو تلمبه میزند. وقتی میگوید قلب او سلیم است، یا قلب او مطمئن است، یا قلب او هدایت شده، یا قلب او مؤمن است، منظور حقیقت انسان است. یک لطیفه است که در اون لطیفه هم سری هست. منظور این قلب سنوبری شکلی نیست که حالا پیوند بزنن قلب شما رو به من یا قلب من رو به شما و بعد تمام احساسات من و عواطف من و هیجانات من به شما منتقل بشه. اون قلب، قلب حقیقی این نیست. ارتباطی دارد. قلب، اون قلب است که سلامت پیدا می کند. اون قلب است که به عنوان حرم الهی معرفی می شود. که لا یسعنی در حدیث قدسی است. که خداوند می فرماید که من در جایی نمی تونم تجلی بکنم. لا یسعنی ارضی ولا سماعی، آسمان و زمین نمیتونم نرو در خودشون جا بدن. بل یسعنی قلب عبد المؤمن، بلکه قلب انسانی که به ایمان رسیده است. ایمان یعنی امنیت. مؤمن یعنی نه اون مؤمنی که تعریف میکنیم ما ایمان و کفر. مؤمن یعنی کسی که امنیت به شما میده، چشمش امنیت میده، دستش امنیت میده، رابطه با او امنیت میده، نظامش به شما امنیت میده، اقتصادش به شما امنیت میده. هر کی به شما امنیت نداد اون کفر است. بنابراین در اینجا میگوید که این ایمانی که در اینجا مطرح میشود، این ایمان چی به هر حال عرض میکنم خدمتون که در قلب مؤمن گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پس. مولانا میگه در زمین و آسمان و عرش نیست، من نگنجم این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا خواهی در آن دلها طلب. اون کعبه‌ای که در عربستان سعودی است، قسم می‌خوریم که یک بار خدا توی اون خانه نرفته. اون خانه گلین فقط یک نشانه است. این خانه دلین حرم الله است که می‌فرماید که
القلب حرم الله، لا تسکن حرم الله غیر الله. این قلب حرم خداست، غیر از او رو در این حرم راه نده. و در اون آیاتی هم که میگه این خانه رو ابراهیم مطهر میکند برای عاکفین، اون تطهیر قلب را مولانا بیان کرد. به هر حال این نمیخوام وارد بحث قلب رو مفصل نمیخوام ورود بکنم، بحثایی رو بنده داشتم حتما مراجعه کردید در اونجایی که این قلب است که هدایت میشود و من یهد قلبه، این قلب است که ایمان میآورد، این قلب است که اطمینان پیدا میکند، یطمئن القلوب در آیات قرآن، اون قلب است که به سکینه میرسد. و الذی انزل السکینه علی قلوب المؤمنین. و متاسفانه این قلب و این حقیقت دچار یک سلسله آفات میشود که از او تعبیر میکنن به این که این دچار نسیان میشود، یعنی حقیقت خود را فراموش میکند. و این نسیان که قلب پیدا میکند محبوب را، چون جایگاه محبوبه، چون حرم اللهه، وقتی که قلب خودش رو فراموش کرد یعنی به نسیان رسید، در اونجا چه میشود؟ فانساهم انفسهم. وقتی او رو فراموش میکند به خود فراموشی دوچار میشود، یعنی رابطش با او، یعنی با صاحب خانه که قطع شد، رابطش با خودش قطع میشود. و وقتی که این خود را فراموش کرد، خلق را فراموش میکند، حقوق خلق را فراموش میکند و اینجا دوچار یک پدیده ای میشود که پدیده شومی که از او تعبیر میکنند به نام غفلت. این قلب دوچار غفلت میشود و در این غفلت به رین میرسد. رین یکی از بیماری های قلبی، رین کلا بل ران علی قلوبهم، رین یعنی چرک، رین یعنی حجاب، حجاب چهره جان میشود، غبار تنم، این قلب حجاب میگیرد. حجاب هم همه عزیزان استحضار دارن، در محضر استاد شما حتما آموزش دیدید که ما سه نوع حجاب داریم. حجاب های ظلمانی، یعنی حجاب هایی که از جنس پستی ها، پلشتی ها، بی صداقتی ها، انحراف ها و انحطاط هست. و حجاب دوم حجاب های نورانی، حجابی که از جنس علم است، از جنس معناست، از جنس نور است، اما حجاب است. چون حجاب و نور که گفته می شود باید خلق بشه، قلب دچار حجاب دوم می شود که حجاب نورانی است. اما قید از این حجاب ظلمانی و این حجاب نورانی، یک حجاب دیگری وجود دارد. وقتی که ما میگیم که من محجوب میشم، که خداوند به پیامبر میفرماید و اذا قرأت القرآن، وقتی که تو قرآن را قرائت میکنی، بینک و بین الذین لا یؤمنون حجابا مستورا، ما بین تو و بین اون کسایی که تسلیم نمیشن یک حجاب قرار میدیم و این حجاب هم خودش مستور است، یعنی دیده نمیشه، یعنی من نمیدونم که در حجابم. این کدام حجابه که دیده نمیشه؟ اون حجاب ظلمانی نیست، چون حجاب ظلمانی ما در اینجا وقتی که میگم من محجوبم نسبت به محبوب، سه تا ذل وجود داره، من و او و این حجاب. در حجاب نورانی هم همینه، اما در این سومی که خیلی خطرناکه، حجاب خود من هستم. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. و منصور حلاج هم میدونید که چه میگه، میگه بینی و بینک و بینک، بین من و بین تو یه چیزی فاصله شده، بینی و بینک انی یون یزاهمون، ان انی یعنی حقیقت، انی یعنی منیت، انانیت یعنی من هستم، من مبدع شدم، انی یعنی یزاهمونی. بعد دعا میکنن فرفع به لطفک، خودت بیا و به لطف خودت، فرفع به لطفک انی یعنی من البینی، یعنی این انی رو از اینجا فرفع به لطفک انی یعنی من البینی. و بعد قلب وقتی که دچار این حجاب ها شد، به مرحله این میرسد که این قلب به قساوت میرسد. ثم قست قلوبکم، این قلب دچار قساوت میشود، تمام منفذهای او بسته میشود. و شما نگاه میکنید بیش از 40 مرض در قرآن به عنوان قلب ذکر میشه، قلبی که دچار قفل شده یعنی بسته شده. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قلبی که دچار قلف شده یعنی غلاف، یعنی رفته قلف، به با غیر معنی که رفته در یک
پوشش و همین حجاب، قلبی که دچار لاهیه شده، یعنی همش داره بازی میکنه، بازی میکنه، لهو، دچار لهو شده، قلبی که بالاخره این قلب اون حجاب ها رو که میگیره مریض میشه، و این قلب فی قلوب به مرضون فزاده همون با مرضا، و به تدریج این قلب میمیرد. و اما تقلبی عظیم و جنایتی، قلب من مرد به خاطر عظمت جنایتی که من مرتکب شدم. ببخشید اینها رو ورود کردم. در اینجا این قلب رو حضرت علی وقتی که ذکر میکنه که اساس عرفان اصلا بر این قلبه، یعنی این قلب مسافر است، قلب متحول است، در کنارش مسئله ای رو مطرح میکنن تحت عنوان ذکر. یعنی میگه این قلب وقتی که حجاب میگیره، ذکر به این قلب جلا میدهد. مقصود از ذکر این ذکر نیست که ما تسبیح دستمون بگیریم ذکر بگیم. اصلا ذکر به گفتن نیست. حقیقت ذکر حقیقتی است که باطنی است، و وقتی که انسان در باطن ذاکر شد، یعنی همه اون حقایق رو در خودش تجلی داد، در عین حال مذکور هم میشه، یعنی او یادش میکند، حضرت حق میشود ذاکر، محبوب میشود ذاکر، و این میشود مذکور. به هر حال باز ورود به ذکر نمیخوام بکنم، چون راجع به راز میخوام صحبت کنم. ببخشید یه خورده طولانی شد، بالاخره ما هی حاشیه میریم دیگه، در محضر استادم زبون درازی میشه و میدونید که این حاشیه ها باید گفته بشه. عرض میکنم که در اینجا میفرماید که این قلب ذکر است که به این قلب جلا میدهد. وقتی که این جلا پیدا میکنه، یعنی بازگشته به خود با اون ذکر، به مرحله ای میرسد که این قلب میشنود و این قلب میبیند و این قلب مطیع میشود. چگونه میشود که قلب میشنود؟ یعنی قلب هم گوش دارد و قلب هم چشم دارد و قلب هم مطیع میشود، یعنی قلب هم از یک حیات معنوی برخوردار میشود. خب اجازه بفرمایید من این پی دی افی هایی که بهتون دادن آقای مطمئن زاده، من معمولا عادت همین است که در همه جا استراکچر بحثم رو ارائه میدم که دوستان نگاه بکنن. این کلمات مولا رو من در اینجا آوردم، نمیخوام بحث تفسیری راجع به این کلمات داشته باشم. در اینجا اجازه بدید من چند خطش رو بخونم تا ببینید بیا تو فضای راست. علی علیه السلام میفرماید که، یعنی در این خطبه در کجا دارن ایشون صحبت میکنن؟ در شرح این آیه است. یعنی امام علی دارن یک آیه رو برای ما شرح میکنن، و اون آیه این است که در قرآن خداوند میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. میگه مردانی هستن، مردان یعنی نه مرد مذکرها، چون بعضی ها میگن که تو قرآن وقتی که میگه رجالون پس خانوما رو نمیگه، نه، رجال اینجا سمبل انسان وارسته است و خطاب قرآن مردان رجال، زنان هم جز رجال هم هستن، زن و مرد ما نداریم. رجالون مردانی هستن که لا تلهی هم، که اونها رو دوچار لحو نمی کنن. تلهی هم از کلمه لحو میاد. رجالون لا تلهی هم، انسان‌هایی هستن که دچار لهو نمیشن. این خیلی بحث قشنگیه توی نظام الهیاتی. ببینیم ما یک کلمه لهو داریم، یک کلمه لهو داریم، یک کلمه لهب داریم. اینا رو لغت‌ها رو نمی‌خوام توضیح، فقط یه توضیح مختصر خدمتتون. لهو یعنی یک کاری که بیهوده بیهوده است. اساساً این کار برکتی و فائده‌ای و نتیجه‌ای نداره. اون لهوه. اما لهو یعنی چی؟ لحو کاریست که مطلوبه، خیلی هم استفاده داره، ولی بازدارنده میشه، نمیگذاره شما برسید. بنده الان اینجا قرار داشتم با شما و حضرت استاد ساعت 10 بیام خدمت شما. حالا بنده که دارم میام از جلوی پارک نیاورون که دارم قدم میزنم، یه چیزی میاد منو لحوم میکنه، خیلی هم فایده داره وایسم تماشا بکنم. این باعث میشه که من فراموش کنم اینجا قرار دارم. اینو بهش میگن لحو. از این جهت داشتن فرزند و داشتن ثروت مطلوبه، آدم ها دنبال ثروت میرن، اما خداوند در قرآن میگه که مواظب باشید که اموالتون و اولادتون شما رو لهو نکنن.
یعنی مانع شما میشه که شما برسید. این لحظه که میگه الهاکم تکاسل، کثرت‌خواهی اینها رو لحو کرد. کثرت‌خواهی چیز خوبیه آقا، ما میخوایم بیشتر داشته باشیم. الهاکم تکاسل در اینجا میفهمید مردان الهی چی افرادی هست که خیلی چیزا ما رو لحو میکنه، یعنی بازدارنده میشه. اینجا همین اینا رو میگه تجارت یعنی بیزینسشون، و بیع هم یعنی همین خرید و فروشی که ما انجام میدیم. اما خب این معنای عمیق هم داره، خیلی چیزا ما رو لحو میکنه. ممکنه یک دوست منو لحو بکنه، حتی ممکنه دین ما رو لحو بکنه. یعنی دین بازدارنده انسان و جامعه بشه. حالا اینا رو من نمیخوام واردش بشم، در اونجا هم میشه. قرآن میتونه ضرر بزنه، قرآن میتونه ذلیل بکنه، قرآن میتونه گمراه بکنه، قرآن میتونه ته چاه ببره. زان که از قرآن بسی گمراه شدند، زین رسن قومی درون چه شدند. مولانا مگه نمیگه مرسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. این یه ریسمانه برای که تو آدم بشی، تو به عشق برسی. اما بعضیا به جایی که از این ریسمان بگیرن برن بالا، میرن ته چاه، با اون ریسمان میرن ته چاه. ریسمان میتونه منو از چاه بیاره بیرون، میتونه منو ببره ته چاه. ریسمان میتونه مبدا آبادانی بشه، ممکنه من بندازم کسی رو خفه کنم با همین ریسمان قرآن، من کسی رو خفه کنم. میرن ته چاه میشینن، ته چاه انستیتوی ریسمان شناسی را میندازن، با هم دیگه بحث میکنن این ریسمان جنسش چیه؟ این از کجا اومده؟ تو بی خود کردی؟ عقیده من درسته؟ عقیده تو غلطه؟ این اینجا لحف میشه. یعنی دین هم، عرفان هم، هر آنچه که در این عالم شما انگوش بگذارید میتونه لحوت بکنه. اینجا میگه که تجارتون ولا بیعون، شما دائما در حال تجارت. حالا شما ممکنه برای شده بگه من بیزینس ندارم که، نه من بیع ندارم، نه شما دائما در زندگی در حال بیزینس هستید، در حال خرید و فروش. چیزی رو میفروشید، چیزی میگیرید. حالا شما وقتتون رو دارید میفروشید اینجا. چی گرفتید؟ عمرتون، زندگیتون. ما در حال بیع و تجارت هستیم. تجارون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. در تعریف این قسمت امیرالمومنین میفرماید ان الله سبحانه و تعالی، خداوند چیکار کرده اینجا که شما رو نجات بده؟ جعل الذکر. این ذکری که میگه، زبان ذکر داره، چشم ذکر داره، گوش ذکر داره، دست ذکر داره، پا ذکر داره. جعل الذکر جلاء آینه. دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. زنگار زدایی در عرفان، این اینا کاری میکنن که زنگار زدایی، داستان چینیان و رومیان رو میدونید دیگه، زنگار زدایی. جلاء دل قلوب. حالا اینجا تسمع، این قلب میشنود صداهایی را، اینا راز است، این به اون راز میرسن. بعد الوقره، وقره یعنی سنگینه، وقار یعنی گوش سنگین بوده، گوشش سنگینه و نمیشنوه. توجه فرمایید، این گوش سنگینه. میگن که یه شخصی رفت پیش دکتر و به دکتر گفتش که آها ببخشید، این خانوم من هر چی تو خونه صداش میزنم اینا، این ظاهرا احساس میکنم که این که گوشی سنگین شده، بگو چی کار بکنم که این رو بعد با چجوری رفتار بکنم. دکتر گفت ببین عزیز من، باید ببینی میزان ناشنوایی چقدره، از فاصله های مختلف که رفتی تو خونه خانم چه صدا بزن. گفت باشه. بعد میفهم مثلا در دو قدمی جواب نمیده، در سه قدمی. بعد اومد و اول در رو باز کرد، وارد که شد خانم تو آشپزخونه بود اونتر. گفت عزیزم نهار چی داریم؟ صدای نشنید. خب گفت الان این من صدا نشتم. اومد جلوتر دم مبلا وایساد، گفت عزیزم سلام نهار چی داریم؟ بعد خلاصه رفت نزدیک دیگه، خستتون نمی کنم دیگه. اومد در گوش خانم گفت عزیزم چند بار بهت گفتم نهار چی داریم؟ گفت منم چهار بار جواب تو دادم، ما نهار این رو داریم. خودش کر بوده، خودش کر بوده. انسان از حال این رو گفتم برای که خستگی شما در بره، انسان چر میشه. چر این گوش باطنش چر میشه. این گوش باطن وقتی که باز شد، تسمع و بهی بعد الوقره و تبصر و بهی بعد الاش و اشا، نماز اشا یعنی تاریکی، بعد از اون تاریکی این قلب باز میشه. وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو باف دلم، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
خب بعد در اینجا میفرماید و تنها دو به این بعدا معانده. وقتی که ادامه این کلام رو، این حکمت رو، این خطبه رو ببخشید خطبه 222 رو ادامه بدید، میرسد به عارفان. یعنی من واردش نمیشم چون وقت رو میخوام به بحث اصلی بپردازم. امیرالمومنین میفرماید در دوران فطرت، فطرت با توی دو نقطه، که نبیی نیست، مردانی و عبادی و انسانهای پاکی، اینها ظهور میکنن که خداوند رازها را در فکر اونها نجوا میکنن، در فکر اونها نجوا میکنن، چون اینها به بیداری رسیدن، این عارفان هم. اینها به اون تولد دوم رسیدن، پای خودشون رو بر علتها نهادن و پای بر فرق علتها نهادن، یعنی همون رسیدن به راست. من دیگه این خطبه رو توضیح نمیدم، بعداً حتما دوستان دیگه سورسش رو من دادم بهتون مراجعه بفرمایید. یه آیه از قرآن هم بگم. به اینجا که میرسه این رازآلودی یعنی ارتباط با یک عالمی که این عالم از جنس این عالم نیست. دقیقاً اگر ما اون عالم رو بخوایم، یعنی اون مرحله و اون مرتبه، حالا در درون من است یا در بیرون من است، اگه ما بخوایم اینو نفی بکنیم، مثلا پنبه عرفان زده شده. اساساً این راز، رازآلودگی مربوط به این عالم در سطح این پدیده‌های ظاهری نیست. مولانا عالم رو در سطح این پدیده‌های ظاهری نمی‌داند، انسان رو در سطح این پدیده‌های ظاهری نمی‌داند، بلکه به لایه‌های مختلف معتقد است. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریایی عمیق. تمام این انبیا مجموعاً بنده انبیا رو میگن، و بعد اولیا و بعد عارفان، کسانی که اقتداد به اینها پیدا کنن، اینها یه معراج برند و در اون معراج، اینها معراج اونها یعنی رؤیت ملکوت. معنای معراج یعنی این که من ملکوت را رؤیت بکنم، و این راز در اینجا نهفته. ببینید ملکوت وقتی که گفته میشه، یعنی نه اینکه ما الان بگیم ملکوت کجاست، اون بالا بالاهاست، مثلا یه اسپوتنیکی ما باید سوار بشیم به سرعت نور حرکت بکنیم، بعد میره اون بالا ملائکه دارن چرخ میزنن، خدا هم یه قلمبه نور اون گوشه است، اونو میگن ملکوت. نه، هر موجودی از موجودات این عالم یک ملک دارد و یک ملکوت. شما الان ملکوتی دارید، بنده که اینجا نشستم ملکوتی دارم، کبوتر یک ملکی داره، یک ملکوتی، یک شاخه گل ملک داره، سبزینه داره، نمیدونم کلروفیل داره، آوند آبکش داره، ولی اما این گل یک ملکوت هم داره. عرفان یعنی رسیدن به این که این ملک ربط اون ملکوت پیدا بکنه. عرفان یعنی دیدن عالم در ظل اسماء و صفات محبوب. عرفان یعنی به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یه عارفی میگه من این اول رو فهمیدم در قرآن، آخرم فهمیدم که اون اول است و آخر، باطن رو هم میفهمم، اما این ظاهر یعنی چی؟ یعنی او ظاهر است و ظهور او اشد ظهورات است. خداوند ظهورش اشد ظهورات است. این یعنی چی؟ بعد با خودم گفتم خب معناش این استش که وقتی من درخت رو میبینم، این درخت منو یاد او میندازه، این میشود ظهور حضرت حق. بعد در یک مکاشفهی به من گفتن نه، همین صورتها اوست، یعنی همین صورتها جلوه اون بی صورت است. این بی صورت در این صورتها ظهور پیدا کرده. هم بحث بی صورت است، صورتی که مولانا میبینه. اینجاست که در کنار ملکوت راز معنا پیدا میکنه، و به یدهی چی؟ ملکوت و کل شیء، به دست او ملکوت هر شیء. آیات قرآن. این آیه را توجه بفرمایید، در مورد حضرت ابراهیم خداوند میفرماید و کذالک نوری، این چنین است که ما به ابراهیم نشان میدهیم. چی رو نشان میدید به ابراهیم؟ ملکوت از سماوات و الارض، ما به اون ملکوت آسمان و زمین را نشان میدهیم. خب این ملکوت آسمان و زمین رو نشان میدیم یعنی چی؟ یعنی همینی که عرض میکنم که این چشم پیدا کرده، دل و گوش پیدا کرده و منقاد شده و اتحاد پیدا کرده با
با اون ملکوت لیکون منل موقنین. خب حالا من میخوام یه چند بیت از مثنوی هم بخونم بحثم تمام. البته این آشی که من پختم خیلی چربه و خیلی به هر حال باید حالا بریم جلو، اما بعدا بعضی قسمت هاشو خود شما که به هر حال توی این مکتب پرورش پیدا کردیم قطعا شما متصل هستید و متوجه خواهید شد. عرض کنم خدمتون که برای که این معنا رو من بیشتر از زبان مولانا توضیح بدم، در دفتر سوم بیت 2233 داستان بایزید بسطامی رو مولانا نقل میکنه که همه شما شنیدید دیگه، که این به دنبال پیری بوده. به مایرخ که باغ و گلستان ما آرزوست، بکشای لب که قند فراوان ما آرزوست. زین همرهان سوس عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان ما آرزوست. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی کوه و بیابان ما آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم. این دنبال اون انسانم آرزوست بود با یزید بسطامی، میگشت دنبال یک پیر تا اینکه رسید به یک پیر نابینا. میدونید دیگه ماجرا شد، میخواست بره به حج و بعد صحبت شد و گفتگو کرد و از صحبت او از حضور او خیلی بهره برد، خیلی استفاده کرد. بعد توشه هم داشت برای که بره به سفر حج، داستانش مولانا آورده که این پیر بهش گفتش که کجا میری؟ گفت دارم میرم سفر حج. گفت داری میری اون خانه گلین رو زیارت کنی؟ ببینید پولاتو اونجا خرج بکنی، مثل این حاجیایی که فکر کنم مؤمن، یعنی که هر سال بره حج، که حالا بده این پولا رو توی عرض کنم خدمتتون که لاس وگاس این شاهزاده ها اونجا برای تو قمارخانه ها اینا. گفت آقا میخوای بری اونجا؟ اونجا داری میری؟ گفت من این وسط میشینم تو من طواف بکن، چون قلبو حرم الله، حرم الله اینجاست، تو به دنبال چیز دیگه ای داری میری، اینجاست. وقتی این کارم کرد و توشش رو داد و بعد مولانا وقتی که داره اینو توضیح میده، این راز رو توجه بکنید، میفرماید دید پیری با قدی همچون هلال. داستان پیر رو دید در وی فر و گفتار رجال. دید نه این خیلی بلند مرتبه، ببخشید دیده نابینا و دل چون آفتا، همچو پیری دیده هندوستان بخواب. این عارفان رو میگه که این مولانا میگه میدونید که خر هیچ وقت خواب هندوستان نمیبینه چون تجربه این نداره از هندوستان، ولی عارف از اون نیستان تجربه داره. اینها رو حضرت استاد براتون توضیح دادن، اما من فقط اشاره میکنم. همچو پیری دیده هندوستان بخواب، چشم بسته خفته بیند صد طرب. میگه که مولانا وارد بحث خواب میشه. عزیزان توجه داشته باشید که ما میخوابیم، همین خوابو داریم دیگه، ما هم میخوابیم و مولانا میگه چیز عجیبی وجود داره در خواب، که چشم شما در خواب باز میشه و شما حقایقی رو در خواب مشاهده میکنید. البته خوابهایی که زاویده اصلا افکار و زاویده قضا و زاویده شرایط و اینا رو ما نمیگیم، مولانا میگه شما وارد عالم خواب میشه و میدونید که بحث رؤیا و خواب بحث بسیار قابل توجهی، حتی یونگ تمام فلسفه خودش رو بر اساس، یعنی اون روان درمانگری خودش رو بر اساس رؤیا قرار میده و فروید. اینجا مولانا وارد بحث خواب میشه، میگه شما وقتی که میخوابید این عجیبه، عجیبش این است که شما چشمت باز میشه، روزنه ای به سوی عالم دیگر، روزنه پیدا میشه به سوی عالم دیگر و شما خواب میبینید. خب بنده الان خوابیدم، روزنه باز شده، بنده یه خوابی دیدم، این رو داره بیان میکنه. اما چی نتیجه میخوایم ببینیم؟ چشم بسته خفته بیند صد طرف، چون گشایت آن نبیند. ای عجب، وقتی چشمشو باز میکنه میبینه ای بابا لاتاری ما برده بود 62 میلیون دلار، ما برنده شدیم، ای کاش که خواب نبود. یا بعضی خوابا رو آدم بیدار میشه میگه خب الحمدلله که خواب بود، میگم پادشاهی خواب بود و بعد خواب دید که پروانه شده و عرض کنم که تو قصد پروانه است. بعد از خواب بیدار شد، یه مرتبه گفت نکنه من عرض کنم که پروانم، الان دارم خواب میبینم که شاهم، شاید من پروانه باشم الان دارم خواب میبینم که شاهم. به هر حال این خوابی که ما در اینجا دید، اما یه خواب دیگه هم وجود داره، خواب دیدن، و اون اینه که آدم در بیداری خواب میبینه. این مولانا من شما در حالی که بیدارید، یعنی تو این عالمید،
و سرتون رو متکا نگذاشتید خواب میبینید، متصل میشید به عالم دیگری. این مطلب خیلی قابل توجهه و من این رو براتون توضیح میدم. چشم بسته خفته بیند صد طرف، چون گشایت آن نبیند ای عجب. بس عجب در خواب روشن میشود، دل درون خواب روزن میشود. تا اینجا راجع به اون صحبت میکنه. حالا اینجا میگه آن که بیدار است و بیند خواب خش. یه دیگه مثلا بیدارن، تو بیداری خواب میبینن. عارف است او خاک او در دیده کش. اون عارفه، اون عارف در حال بیداری خواب میبینن. خب توجه بفرمایید، من در اینجا باید کمک بگیرم از اندیشه‌ای که حالا مولانا هم اشاره به این اندیشه قطعا داره و قطعا مولانا، قطعا که نمیتونم بگم ولی شاید ارتباط داشته و شاید هم حرفای خود مولاناست. ما یک فیلسوفی داریم در ایران زمین که ایرانی است، یعنی شاید میتونیم بگیم تنها فیلسوف ایرانی این فیلسوفه، بقیه ایرانی نیستن. یعنی ابن سینا ایرانی نیست، فارابی ایرانی نیست. چرا؟ فلسفه اینها فلسفه ایران زمین نیست. ما یک فیلسوفی داریم که به نام شیخ شهاب الدین سهروردی که در سن 38 سالگی به دست فقها کشته میشه. عرض میکنم خدمتون که این شیخ شهاب الدین سهروردی فلسفه ای را بنیان گذاری میکنن به نام فلسفه اشراق، که این فلسفه اشراق همون نور دیگه، شرق به معنای نوره و معتقد است به این که عرض میکنم که ما مغربی داریم و مشرقی داریم. شیخ شهاب اینطوری مطرح که مغرب، حالا این مغربی که ما داریم مطرح میکنیم و مشرقی که ما مطرح میکنیم، اما اون معتقد است به این که نه، اساسا در کل یونیورس ما عالم مغرب داریم. عالم مغرب عالم بسته رنگ و حسه که درش تضاد، هرچی به این عالم ماده شما نزدیک میشید تنگتر میشید، محدودتر میشید و تاریکتر میشید و اینجا مغربه، یعنی دنیا رو مغرب میدونه. و هرچی از این تنگنا، از این حس، از این رنگ، از این تضادها، کشمکش‌ها شما خارج میشید، دارید به عالم شرق نزدیک میشید. دقت فرمودید؟ اون شرقی که مطرح میشه. ما در کانادا که سخنرانی میکنیم میگیم که شما الان در مغربید، در مغربید، ولی افغانستان هم در مغرب است. و مولانا و شیخ شهاب معتقد است که انسان‌ها دچار یک غربت غربیه هستند، یعنی در مغرب دچار غرب غربتن، نه مغرب یعنی کانادا و آمریکا نسبت به اینجا. ما اونجا به کانادایی‌ها میگیم که شما دوچاره، یعنی به ایرانیایی که اونجا هستن بیچاره‌ها میگیم دو نوع غربت شما دارید. یک غربتی دارید که این غربت مالی که از وطنتون اومدید اینجا، یک غربت هم اصلا کلاً در این عالم شما احساس غربت می‌کنید. احساس غربت. ما این شیخ شهاب الدین سهروردی تا قبل از شیخ شهاب الدین سهروردی معتقد بودن اگه آدم‌ها خواب می‌بینن اینها خود بازیگری های خیال وجودی من است که فایل ها رو باز میکنه و من در عالم خواب متصل میشم و چیزهایی رو میبینم. تا قبل از شیخ شهاب الدین سهروردی معتقد بودن به یک خیالی که الان خانم آقایونی که اینجا نشستن الان یکی منو داره نگاه میکنه، حالا یکی بگه آقا عارف احتیاج نیست، همین الان یه نفر داره شما رو نگاه میکنه، اینجا سرش هم تکون میده ولی خوابه، جای دیگه است. توجه فرمودید؟ اگه بگن که خب حالا اینجا چه خبر بود، میگن فلانی مثلا صحبت میکرد. چی صحبت میکرد؟ خیلی خوب بود. چی میگفت چه میدونم، من حواسم جای دیگه بود. این به من نگاه میکنه، دقت همین دید، سرش هم تکون میده. عرض میکنم خدمتون که به هر حال ببخشید این جمله که از اساتید ما بودن که یه محاسنی در روحانی بودن، یه محاسنی داشتن که این ریششون اینجا به این شکل خیلی ریش قشنگی درست کرده بودن. بعد عرض میکنم در یک مجلسی فردی پای صحبت ایشون خیلی گریه میکرده، حرفای ایشون که نگاه میکرده خیلی گریه میکرده. بعد یه موقعی که من تجه و لا میگفتن و اینها، گفته آقا شما خیلی متحولید، خیلی ماشاءالله، چه قربی دارید، چه عشقی میریزید. سرش انداخت پایین و گفت آقا چه سرتی میریزید پایین. گفت آقا ببخشید، من به این ریشه های شما اینجا که نگاه میکنم من گریه میگیره، برای اینکه من یه بوزی داشتم و خیلی علاقه به این بوز داشتم و این محاسن این ریشه ها تقریبا شبیه اون بوز منه و من هر موقع میگم پای صحبت شما خلاصه یک تداعی میشه و من شروع میکنم گریه کردم. پناه بر خدا عرض میکنم خدمتون که بله نمیم کجا بودیم که اینو گفتم آقا یادم رحمت
در بله بله اینا خوابن، آقا دارن نگاه میکنن و سرشون تکون میدن. اینا عرض میکنم خدمتتون که خواب هست. خب اون خواب در خیال خودشه دیگه، اون خیال چسبیده به اون، اینو بهش میگن خیال متصل. شیخ شهاب الدین سهروردی اومد اثبات کرد یک عالمی را، گفت ما یه عالم مجردات محضه داریم که مولانا میگه عدم، اسمشو میذاره عدم، درسته؟ از جمادی مردم و نامونی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردم کم شدم، حمله دیگر بمیرم در بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه، بار دیگر از ملک قربان شدم، آن که در وهم ناید چی؟ بلشی؟ پس عدم گردم، عدم، اون عالم عدم است. عالم عدم یعنی عالم بی صورت، عالمی که لا رسم له و لا حد له، اون عالم بی صورت است. من اون عالم مجردات محض است. یا عالمم که این عالم صورت و رنگ و حسه، این دوتا عالم بوده قبل از اثبات این مطلب. اینجا شیخ شهاب الدین سهروردی اومد یه عالمی رو اثبات کرد به نام عالم خیال، خیال منفصل که اسمش رو گذاشت اقلیم هشتم. این اقلیم هشتم که خیال منفصل اصلا یه عالمی، همطور که تو این عالم کوه داریم، دشت داریم، باران داریم، برف داریم، اون عالم هم آدم داره، برف داره، باران داره، و اون عالم عالم غیبی است که این غیب بین این غیب مطلقه و بین این عالم ما، و عارف اتصال با اون عالم که پیدا میکنه اسمشو میزنن واقعه. واقعه یعنی چی؟ یعنی برای من این واقعه در دیشب در واقعه دیدم. صوفی میگه چی دیدی؟ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند. و کجا دید؟ حافظ کجا دید؟ تو شیراز دید ملائک اومدن اونجا نشستن؟ نه، حافظ در عالم خیال منفصل این را مشاهده. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادم. خب این در کجا دید؟ این در کجا دید؟ در خیال منفصل. پدر انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، من دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید در برابر من سجده کردم. حضرت یوسف کجا دید؟ در خواب دید؟ نه. کجا گفته در خواب دید؟ حضرت ابراهیم میگه عراف المنام. اینجا در این سوره یوسف خداوند میگه حضرت یوسف در خواب دید؟ نه، بیدار بود و خواب دید. یعنی در حالت بیداری متصل شد و دید اون حقیقت را. چی رو دید؟ دید 11 ستاره و ما بر اون سجده میکنن. و دید چی؟ دید مولانا دید، داد جارویی به دستم آن نگار. اون نگار اومد یه جارو به دست من داد. این حرفا یعنی چی که یه جارو به دست من داد؟ بعد گفت از این دریا عبار را بردار. این چیه؟ این اتصال به اون اقلیم هشتم است. اتصال که واقعه پیش میاد و اون از جنس این عالم نیست. و وقتی که آره متصل می شود به اون عالم، وقتی میخواد بیاد بیان بکنه نمیتونه بیان بکنه، نمیشه بیان بکنه. اینی که به اون حیرت میرسه، اینی که به اون سکوتی که استاد فرمودن میرسه، در این مرحله و در این مرتبه نمیتونه بیان بکنه. خب حالا دقت بفرمایید، در اینجا من یه توضیحی بدم. حتی حالا شما برو حضرت یونس میره تو شکم ماهی، کجا میره؟ تو این عالم ماده میره. اینا همه هست داستان خضر و موسی. اون داستان تو عالم ماده واقعه میشه یا در عالم خیال منفصل واقع میشه؟ و نه داستانهای دیگه‌ای که در قرآن میاد، اینا دیگه عارفان وارد دین هم میشن، یعنی وارد قرآن هم میشن، ما به اون کار نداریم. این رو خیلی آقا اینا که حرفای مولانا نیست، اینا حرفای شیخ شهاب الدین سهروردی. نه، مولانا هم گفته این رو. مولانا در یک جایی عزیزان خوندن هست. دفتر اول من اینو نیوردم براتون، ولی همین که تو را اومدم یادداشت کردم. دفتر اول 395 میگه تنگتر آمد خیالات از عدم. یه عالمی داریم به نام عدم،
یه عالمی داریم که تنگتر از اون عالمه به نام خیالات. زان سبب باشد خیال اسباب غم، خود خیالم چون محدوده باعث غم میشه. باز هستی تنگتر بود از خیال. هستی مولانا به این عالم میگه هستی، عالم ماده. هستی تنگتر از اون عالم خیال هست. زان شبب در وی قمرها چون هلال، چون تضاد هست. شما ما و تو آسمون که ببینید به صورت هلال میبینید. باز هستی جهان حس و رنگ تنگتر آمد که زندانیست تنگ. منظورم این هستش که این عالم اقلیم هشتم رو نمیگیم مولانا معتقد به اقلیم هشتمه، ولی شبیه این چیزی که شیخ شهاب‌الدین سهروردی گفته در اینجا بیان کرده. حالا یه نکته ای را من داخل پرانتز میگم، حتما در این صحبت‌های من نقص وجود داره، خطا وجود داره، عزیزان مخصوصا از تو استاد تذکر میدن. و اون اینه که ببینید ما توی ادیبانمون که میریم، شعرا که میریم، نه عارفانا، ادیبان، شعرا، شعرا که شعر گفتن، شما تو شعرهای اینا میبینید زبانی وجود داره به نام مجاز. از مجاز اینها استفاده میکنن، یعنی اینها میان چون عالم زبان تنگه میخوان گسترشش بدن، اینها از مجاز استفاده میکنن. مجاز یعنی چی؟ مجاز یعنی شما یک لفظی رو در غیر معنای خودش به کار ببرید که اون معنایی که به کار میبرید شما مجوز داشته باشید. مثلا عینک معناش اینه، درست شد؟ اگه من گفتم عینک و مقصودم چیز دیگری غیر از این است، اونجا استعمال میشه استعمال مجازی. در یه جلسه خواستگاری میگن آقای داماد چجوری بود؟ میگه یه شیر بود. شیر؟ من شیر دیدم. آقا شیر دیدیم؟ نه، این شیر استعمالش چی است؟ استعمال مجازی. داماد که آدم نمیگه، شیر یه آدم که جنسش که نمیتونیم بهش بگیم شیر، اما گفتی شیر استعمال مجازی است. خب این استعمال مجازی دروغه، دروغه دیگه. یعنی مجازات در ادبیات و شعر دروغه. یه مادری زنگ میزنه در خونه، میگن کیه؟ میگه ماه من اومد. در رو باز میکنم میبینن که ای این کی اومد؟ این مثلا فرض کنید که فریده اومد، فریده دخترشه، میگه ماه من اومد. میگه فریده خانم که ماه نیست، اگه این ماهی که اینجور زمین چی کار میکنه؟ ماه باید رو آسمون باشه. پس چرا مامانش میگه فریده اومد؟ این استعمال، استعمال مجازیه، دروغه، دروغ داره میگه. اما این دروغ مؤثره، چون خیال رو تقویت میکنه، چون تشویق میکنه. توجه فرمیدید؟ یعنی وقتی که نوح سامانی عرض میکنم که بخارا رو رها کرده بود، نوح سامانی، و مملکت داشت از بین میرفت، رفته بود خارج از حیطه قدرت و حکومت خودش، هر کی کردن که این نوح سامانی رو بردارن بیان. اطرافیان نوح سامانی و رودکی اومدن و میتونستن به زبان ساده بگن جناب نوح سامانی مملکت داره از بین میره، بلند شد بیا به مردم رسیدگی بکن، اونجا رو ول کردی رفتی. چیکار کردن؟ اومدن مجاز گفتن، گفتن که شاه ما هست و بخارا آسمان، شاه چه ماه سوی آسمان آید همی. درست شد؟ شاه سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. چون دروغ میگه آقای رودکی کجا شاه سروه؟ این که دروغ گفتی دیگه شما دیگه. ولی چرا دروغ میگه؟ اینا اجازه شد دادن در ادبیات برای اینی که زبان تنگه، میخواییم فراغش بکنیم و بعد میخواییم تشویق بکنیم دیگران رو. وقتی که میخواییم تشویق بکنیم و وقتی که میخواییم مدح بکنیم، شما نگاه میکنیم مثلا حتی حافظ در اون غزل بسیار زیبایی که حالا یادم رفت غزل رو که میگه که عرض میکنم که بله ما در پیاله عکس رخ یار دیده این، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. آخرش که میرسه به چی میگه؟ میره سراغ حاجی قوام. دریای اخضر فلک و چشتی حلال، آقا تمام دریاها و هستی اینا همه مدیون حاجی قوام هستن. این دروغه، اما این زبان، البته من جسارت نمی کنم، اما این زبان، زبان مجازگویی در ادبیات و در شعر است. درست شد؟ حالا این چی رو میخوام بگم من؟ حالا اینجا در عرفان اینطوری نیست، یعنی اینطور نیستش که اگر حافظ میاد میگه دوش دیدم که ملائک، بگیم اینجا داره دروغ میگه و میخواد فقط شعر بگه برای اینکه ما رو تحریک بکنه. و این اینجا زبان سیمبولیکه، زبان مجاز نیست. این زبان حقیقتاً
حقیقتاً این با اون عالم مواجه شده و اون عالم حقیقتاً آسمانی داره، حقیقتاً بارانی داره، بارانش از جنس دیگری است، آسمانش از جنس دیگری است. توجه داشته باشید این ظهور اون عالم در این عالم و اتصالی که این عارف پیدا میکنه، حالا که میخواد بیان بکنه نمیتونه با رمز و راز سخن میگوید. نگاه کنید، من ببخشید زیاد حرف زدم، برای اینکه اینا رو سندش رو ارائه بدم، دفتر اول بیت 235 مولانا میگه غیب را ابری و آبی که دیگر است. میدونید که در داستانی که حضرت عایشه عبای پیامبر رو بنداخته بودن رو دوششون، بعد احساس کردن که بارون میاد خیس شده، بعد پیامبر که آمدن گفتن که دست دارن به سر روی پیامبر، گفتن من احساس میکنم که شما باید بارون، آخه من دیدم بارون اومده. بعد پیامبر گفتن نه، اون باران مال عالم دیگری بوده، اون عالم عالم ملکوته، یعنی ملکوت هم باران میباره، ملکوت هم بو داره، ملکوت هم صدا داره. در اینجا مولانا این رو داره میگه، غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است، ناید آن الا که برخاسان پدید. یعنی اون آسمان دیگر و اون غیب دیگر و اون باران دیگر فقط بر خواص ظهور پیدا میکنه، فقط بر خواص. یعنی وقتی که مریم داره غسل میکنه یا داره عبادت میکنه، حالا هر جا که بوده ما نمیدونیم، عبادت میکنه، یهو یه جوان خوشگلی رو در برابرش میبینه، جوانه فرشته بوده. حضرت مریم میگه مریم ها، اون میگه مریم ها بنگر که چی؟ نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. حالا اونو مریم میبینه، من نمیبینم، همه نگاه بکنن چیزی نمیبینن، مریم میبیند. اون اتصال پیدا کرده است با اون اقلیم هشتم به قول شیخ شهاب الدین سهروردی و به عالم خیال منفصل. رابعه ادبیه میگه کعبه داره به سمت من میاد، فقط رابعه میبیند، دیگران نمیتونن ببینن، که دیگران که ببینن میگن این رابعه خله. این رابعه حضرت علی میگه، میگه خله، من از زبان حضرت علی اینجا هستش که میگه، اینا میگن خولتو، اینا قاطی کردن، این چه حرفی این میزنه، خولتو. بنابراین در اینجا میفرماید هست باران، بعد ببخشید میفرماید که غیب را ابر یا آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است، ناید آن الا که بر خاصان پدید. بقیه چی؟ بقیه باقیان فی لبس من خلق جدید. آیه قرآن ورد مولانا که میگه بقیه در لبس میمونن. لبس یعنی چی؟ یعنی التباس، یعنی اشتباه، یعنی خلق جدید را نمیبینن. اینها خلق جدید را میبینن، اینها از عالم جمادی بالا میرند، اینها قلقل اجزای عالم را میشنوند. اینها الان بقیه میگن آقا قلقل اجزای عالم بشنوید چیه؟ مولانا میگه بیایید ببینید، ببینید که اینها دارن مدح میگن و تسبیح میگن، شما ها نمیتونید. من بله، باقیان فی لبس من خلق جدید، هست باران از پی پروردگی. یعنی داره میگه همین بارانی که اینجا میاد، یه بارونی میاد که خیلی بارون خوبی، مثلا باران نیسان، هست باران از پی پژمردگی. بعضی باران ها میاد پژمردگی ایجاد میکنه. حالا اینا مال همین دنیاست، مال اون عالم نیست. گوش کنید، نفع باران، نفع باران بهاران بلعجب، باغ را باران پاییزی چوتب. یعنی بعضی باران ها هستن که اینها میان باران بهاری هم، بعضی باران ها هستن باران پاییزی هم، بعضی بادها بادهای بهاری هم، بعضی بادها بادهای پاییزی هم. همه عزیزان شنیدن که مولانا میگه که پیامبر فرمود که در برابر باد بهاری تنتون رو باز کنید، تن مپوشانید، و در برابر باد خزان تن خودتون رو بپوشونید، که بعد اونو تعبیر میکنه میگه مال عالم ملکوته، مال این عالم نیست. آن بهاری ناز پروردش کند، وین خزانی ناخوش و زردش کند. همچنین سرما و باد و آفتاب، بر تفاوت دان و سررشته بیا. بله، انواع و اقسام باد و باران تو این عالم داریم، اما یک مرتبه اینو میگه همچنین در غیب انواع است. این در غیبم بادی میاد که تو رو خرمت میکنه، از اون ملکوت سفلا هم خاطراتی میاد که تو رو پژمردت میکنه، وسوسه هایی میاد که تو رو پژمرد. مگه عالم شیاطین نیست در اون عالم که اینها وسوسه میکنن؟ و قرآن میگه اینها وحی میکنند، یعنی شیاطین میان وحی میکنند. بله، این دم ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبز و سبززار. دم ابدال مال اون عالم است، این دم از
عالم دیگری آمده است. فعل باران بهاری با درخت آید از انفاسشان در نیکبخت. این عبارت هم اینجا آوردم که در اینجا میفرماید که امین باز از حضرت علی آوردم در نهج البلاغه که میگه اینها در روز، یعنی این عارفان وظایفی دارن، اینها علما هستن، حلیمن، علما هستن، ابرار هستن، اشقیا هستن. حالا بعد اینجا این رو میگه، میگه که عرض میکنم خدمتون که از خوفی که نرسن، خوف از عظمت، خوف از نرسیدن، جسمشون نحیف شده. بعد این که گفتم این عبارت رو براتون آوردم که ببینید، میگه ینظر الیهم ام ناظر مردم که به اینها نگاه میکنن و یحسابهم مرضا، اینها مریضن، اینها مریضن. و ما بالقوم من مرض، اینها مریض نیستن. و یقول لقد خولتو، میگن قاطی کردن خولتو، خولتو یعنی مخمول، یعنی قاطی کردن. و لقد خالتهم امر عظیم، اما امر عظیمی اینها رو دچار این حیرت کرده است که شما به اونها این نسبت رو میدن. پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که چی؟ در اینجا اون عالمی که شیخ شهاب میگه این راز و رازدانی در ارتباط با رفتن به اون عالم است که وقتی میخواد بیاد و میخواد بیان بکنه، زبان متعارف نیست. اینجا این عالم زبان متعارف داره، با زبان متعارف ما سخن میکنیم. زبان متعارف برای صحنه‌های مألوف وضع شده است. اما وقتی که شما در یه شرایطی قرار بگیرید که زبان، حالا شما برید مثلا در اسپانیا، یه خب اونجا زبان این زبانی نیست که اینجا شما استفاده میکنید، از زبان دیگری باید استفاده بکنید. اونجا این میگه وقتی که میخواد صحبت بکنه اینطوری نیستش که مثل اون رودکی باشه. در ماجرای رودکی دو جور میتونستیم حرف بزنیم. یه جور میتونستیم خیلی سریع بگیم جناب آقای رودکی، مثلا ببخشید جناب آقای سامان نور، حضرت اعلی حضرت، مملکت گرسنه است، مملکت داره از بین میره، بلند شو بیا، رفتی تاج و تخت رو بل کرد. میتونیم بگیم، اما اینطوری هم میتونیم بگیم که شاه ما هست و بخار آسمان. اما در عرفان اونجایی که میبیند نمیتونه دو جور بگه، یه جور اینطوری بگم، یه جور سیمبولیک بگم. این است که نمیتونه بیان بکنه. وقتی که نمیتونه بیان بکنه دوچار تناقض میشه، دوچار پارادوکس میشه، و اینجاست که این سکوت میکنه. و عرض میکنم خدمتون که این عالم، این عالمی که بنده از او صحبت کرد، شش آبدین سهروردی، به نام اقلیم هشتم، ظهوراتی، همون که میگه غیب بادی دارد، بارانی دارد، آسمانی دارد، ظهوراتی در این عالم داره. یعنی اون عالم ملکوت در این عالم، یعنی در همین عالم ماده، در همین عالم حس و رنگ ظهوراتی داره. سه چیزه که تو این عالم از نظر عارف از جنس اون عالم، ولی اومده تو این عالم. سه چیزه. یکی نوره. نور از جنس عالم دیگر است. نور خیلی مهمه. و شما میبینید که نور چقدر مورد توجه عارفان واقع میشه. مثلا در نگاه قرآنی الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان و زمین است. مثل نوره، حالا من اگه بخوام وارد این آیه بشم دیگه خیلی طولانی میشه، ما ساعت میشه 3 و 4. میخوایم آیه نور رو هم براتون تبیین بکنیم، تبیینش هست که اونجایی که نور مطرح میشه، در اونجایی که میفرماید که آیا دیدی آن کسی که مرده است، او من کان میتا، آیا دیدی آن کسی که مرده است و ما او رو زندش کردیم، فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، ما به اون نوری دادیم که اون نور راه میره، زندگی میکنه این نور. یا این نور، این همه مباحث نوری که پیامبر نور است، قرآن نور است، ذکر نور است، صداقت نور است، ایمان نور است، این نور، این همه توجه به نور که شده، عارف میگه این نور از جنس آب، یعنی ظهور کرده به وسیله این نور. وقتی به این نور نگاه میکنه، نگاهش مثل یک نگاه فیزیکدان به نور نیست که نور فیزیکی رو تحلیل کنه. از این جهت میگه من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مبود، چون رسول آفتابم من از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. یا در اونجایی که میگه از همه اوهام و تصویرات دور، نوره 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 نوره.
این تعبیرات برای چیه؟ این همه نور رو ستایش میکنه که میگن اصلا ایشون نور پرست بوده، آتش پرست بوده یا هر چی بوده. این چرا اینطور بیان میشه؟ به خاطر اینکه این نور در این عالم از جنس این عالم نیست از نظر عارف. دومین چیزی که خیلی حواس عارفان رو پرت میکنه در این عالم اون چیه؟ اون اینه که هیچ عارفی در اتصال به این عالم اقلیم هشتم و در مکاشفات خودش وقتی فرشتگان بر او ظهور پیدا میکنن، وقتی که حقیقتی رو مشاهده میکنه، هیچ عارفی ما نداریم، یعنی بنده نشنیدم و شما هم حتما نشنیدید که بگیم که من یک زشتی رو دیدم. هر چی که میبینه چی میبینه؟ زیبا میبینه. زیبایی از عالم دیگر و به خاطر همین اینا جمال پرستن. اینا ریشه در شهوات نداره. این جمال را جلوه اون جمال اون زیبایی میدانند اینها. اینجا شما توجه داشته باشید، حتی در قرآن هم وقتی که فرشتگان میخوان تجلی کنن خیلی خوشگل تجلی کنن، خیلی زیبا نیست؟ در داستان حضرت لوط خیلی معذرت میخوام، وقتی فرشتگان میان ظهور پیدا میکنن به صورت جوانان زیبا، چه قوم لوط یه بقیهش رو میدونن طمع میکنن در این جوانان. و بعد حضرت لوط میگه دختران من برای شما آمدن، چرا به دنبال این پسرکان زیبا میایید شما؟ این چرا جلوه؟ حتی شیطان هم میگه، کسی حالا این گفتن دیگه، کسی شیطان رو در خواب دید و گفت بح چه خوشگلی تو شیطانی؟ گفت بله من شیطان. پس چرا اینقدر تو رو کج و ماوج میکشن، شاخ میذارن برات؟ یا مثلا گفت قلم به دست دشمنه من اینطوری ترسیم میکنه. اون زیباست. ان الله جمیل و یحب الجمال. این مسئله که این زیبایی، این زیبایی که ظهور پیدا میکنه. و سومی چیه که از جنسش از اون عالمه؟ بوی خوش. وقتی اینا ظهوراتی دست میده بهشون، اینا بوی خوش احساس میکنن. بوی خوش احساس میکنن و عرض میکنم که این بوی خوش خیلی داستان داره. حالا واردش بشیم توی بحث بو در که این بوی خوش که در اونجا مطرح میشه. حالا داستان میخواستم وارد بکنم دیدم طولانی میشه، باز باید بگم این هستش که همه اینا رو من قیچی میکنم برای اینکه بتونیم به مطلب برسیم. در اونجا بوی خوش مطرح میشود و پیغمبر اکرم فرمودن از دنیای شما سه چیز برای من محبوب است. چی؟ روی خوش، بوی خوش و نماز. جعلت قربت و عینی فصلاح. در اینجا شما نگاه کنید چرا این مسئله رو مطرح میکنم. بعضیا میگن آقا روی خوش همون میگه زنان، آقا این زن پرست بوده، اون زن باز بوده، اون دنبال زن بوده است. خیلی این ریشه در این قضیه دارد. ابن عربی چقدر زیبا این رو در فصل محمدیه در فصوص الحکم ذکر میکنه که دیوانه میکنه آدم رو، زیر و رو میکنه آدم رو. خب عرض میکنم که از این جهت این به این شکل مطرح میشه و این رازها بیان میشه و عارفان میان میگن که آقا اصلا زبان دین هم زبان راز است. زبان راز. و اکثر آیات قرآن رو اینا وقتی که تفسیر انفسی که میکنن، شما میبینید با همین بیان تعبیر میشه. داستان ماجرای حضرت یونس، یعنی حضرت یونس اومده کنار دریای مازندران، مثلا یک نهنگ اومده رفته تو دل این نهنگ. خب بله ممکن ما، ولی این رو میاد میگه در اون ملاقاتی که موسی میکنه با خضر، در اون ماجرای ماهی، در همه اینها. و این زبان میشه زبان رازآلود. عارفان زبان تمثیلی دارند، زبان تمثیلی، یعنی یه رازچه‌هایی که رازشو میتونی شما آشکار بکنی، یعنی تمثیلیه. مثل که شما یه حقیقت رو در یه لحظه پنهان میکنی، دیگران میان، مثلا حضرت استاد میان اونجا و این رو توضیح میده، این رو هی کشف میکنه برای شما. شما نگاه میکنید که مثلا الان در خدمت ایشون عرض میکردن در کانادا که درس هست و بس هست، بعضی هستن که خیلی شتاب دارن دیگه، خیلی میخوان زود مطلب گفته بشه، میان میگن آقا داستان مثلا توتی بازرگان، آقا یه جلسه برای ما گفتن تموم شد، آقا من حوصله ندارم، آقا این عقل من، آقا من. یا مثلا داستان خاربون رو در دو جلسه، ولی شما نگاه میکنید که الان مراجعه میکنید به درسایی که ایشون دادن، شما این 30 جلسه 40 جلسه الان داستان درباره چند سال اینجا داره بیان میشه. خب اینا رازهایی است که میشه یک عرض کنم که
رطوبتی از اون رازها رو انتقال داد، برای اینکه آدما باید با خودشون کاری بکنن که متصل به اون رازها بشن. حالا اینا زبانهای تمثیلی هست توی مثنوی، مثلا همون داستان چهار نفر که سر انگور با هم دعوا می‌کرد. خب حقیقتی رو مولانا داره انتقال میده و ما میفهمیم و خیلی چیزای دیگه. اما بعضی از رازها هستن که اینا حیرت ایجاد میکنن، حیرت ایجاد میکنن در اتصال به این عالم خیال و آیات دیگه‌ای که در قرآن مطرح است. خب یه نکته دیگری رو هم بگم دیگه بقیه بحث شما خودتون مراجعه کنید، چون این صفحاتی که بنده اینجا جلوم هست 50 صفحه است. عرض میکنم خدمتتون که یه بحثی مطرح تحت عنوان راز و رازداری و بحث غیرت، غیرتی که مطرح میشه. اصلا خود غیرت در کنار عشق یک رازه که مولانا معتقد است به این که خداوند غیوره و خیلی هم غیوره و غیرتش بر عالم تجلی کرده. اساساً هر چه خوبی و زیبایی در این عالم ظهور دارد، ظهوری است از اون خزانه و ظهوری است از اون بی‌صورت. یعنی اگه در اینجا زیبایی وجود دارد در این عالم، حضرت حق زیباست که اون زیبایی جلوه کرده و تجلی کرده است در این عالم. اگه علم در این عالم، این علم تجلی علم اوست، این رو خب این بی صورت که تجلی در این صورت ها پیدا میکنه. خب بعضی ها میگن پس شرها چی؟ زشتی ها چی؟ زشتی ها هم باید جلوه او باشه. اگه همه چیز جلوه اوست، پس این زشتی ها هم باید جلوه او باشه. ما میگیم بدی ها و زشتی ها در نبود خوبی هاست. یعنی اونی که جلوه کرده خیر است. وقتی این خیر را شما حذف میکنید، این خیر میشه شر. اینجا دیگه این عدمی است، یعنی نبود اون خیر و نبود اون نیک. حالا مولانا معتقد است که خداوند غیرت دارد و انسان هم باید غیرت داشته باشه و غیرتش آمده در عارف. عارف غیرت میکنه. و غیرت چیه؟ همونطوری که عزیزان استعذار دارن، بعضیا غیرت رو به معنی حسد میگیرن، مثلا میگن این خانم یا این آقا مثلا غیرت دارن به هم دیگه، حسودیشون میشه. نه، اصلا غیرت معنی حسد نمیده. حسد یعنی آرزوی زوال نعمت در دست دیگری. اون رفتون بالا در پله دهم، من پله پنجم. یه وقتی هست که میگم کاش که منم اونجا بودم، این قفته هست، اون اونجا باشه، انشالله بالاترم بره، منم به اونجا برسم. اما گاهی هستش که تجلی کرده است در هر که محراب نمازش گشت عین، سوی ایمان رفتنش میدان تو شنگ. این هم غیرته. یعنی چی؟ هر که محراب نمازش گشت عین، یعنی ما اون چه که میخواییم به حقیقت برسیم، شریعت و طریقت و حقیقت، حقیقت اینه که ما به معاینه برسیم، یعنی ما رقیت بکنیم حق را، با حق متحد بشیم. عارف اینو به ما میگه. خب حالا اگه ما دنبال خدا بودیم از طریق ذهنمون، از طریق استدلال ها، برهان نظر، برهان حرکت، برهان قانون، این براهین، حالا فیلسوف اومد، حالا بلو اینی که این فیلسوف اومد، از بهترین راه هم خدا رو شناخت، خدا رو معرفی کرد، باز این خدا نیست. این خدا نیست، این ذهن توست، این مخلوق توست، این خالق تو نیست، باز این خدا نیست. غیر از اینه، این خدا نیست. یکی گفت آقا من شما رو دوست دارم، گفتم شما من رو دوست ندارید. گفت چرا؟ گفتم شما برای اینکه منی رو دوست دارید که تو ذهنته، من اینجا نشستم، من یه تصویری در ذهن شما دارم، شما اون رو دوست دارید. خب این یک ذهنی ساخته از خدا، این خدا نیست. خدا نیست دیگه، درسته؟ کلما میزتموه فی ادق معانی، هر چیزی که شما دقیق فکر کنید تو دانشگاه هم براتون تبیین کنم بگن خدا اینه، باز میگه مردودون. داره به ما میگه این مردود است، مخلوق، این مخلوق شماست. پس شما کافرید، به کفر رسیدید دیگه، دلیل رو نمیبینید، این کفره. کفر یعنی چی؟ یعنی ایمان فکری. ایمان فکری از نظر مولانا کفره، چون به معاینه نرسیدی. توجه فرمودید؟ الان بیان از مثلا جناب استاد نووی بیان همه تعریف، اون کسی ایشونه ندیده در کانادا مثلا، خب الان که دیگه این چیزا هست میبینید، حالا بیان تعریف کنه آقا ایشون اینه، تحصیلاتشون اینه، این آثار رو دارن، این همه گستردگی، همه اینا رو بگن، ولی بازم ایشون نیست. یعنی این در ذهنش یه چیزی رفت. اونجایی که بیان با ایشون معانست کنن، بشینن، مسافرت برن، با هم زندگی بکنن، با هم کنار هم باشن، اونجا یک مکاشفه و حضور دست. حالا در اینجا مولانا میگه هر که محراب نمازش گشت عین، یعنی رسید به اون عین، دید، خب
سوی ایمان رفتنش میدان تو شین. ایمان و کفر مرحله قبل از حیرت و رؤیت است. اونجا دیگه ایمان و کفر هست دیگه. ایمان فکری داره، خب ایمان فکری خودش کفره. اینجا این مولانا به این در این نامیگر این تو کافری. سوی ایمان رفتنش میدان تو شین. هر که شد مر شاه را او جامدار، اگه کسی رفت پیش شاه شد جامدار شاه، یعنی همه کمد و خلاصه لباسای شاه در اختیار، اینقدر به شاه نزدیکه، هست خسران بهر شاهش اتجار. اگه بگه نه من معمول خرید شاه میشم دیگه، خب تنزل نمیشه دیگه. هر که با سلطان شود او همنشین، بر درش شستن بود حیف و قبیل. اگه کسی کنار سلطان میشینه بگه نه حالا من خواهم دم در بشینم، یعنی نمیتونی برگردی، غیرت اجازه نمیده هست. دستبوسش چون رسید از پادشاه، اگه به دستبوسی رسید گرگزیند بوسه پا باشد کلا بوس پا، یعنی پا رو به بوسه. آقا دست رو میتونی ببوسید، چرا پا رو چسبیدیم؟ گرچه سر بر پا نهادن خدمت است، پیش آن خدمت خطا و ذلت است. شاه را غیرت بود بر هر که او، بو گزیند بعد از آن که دید رو. شما نگاه کنید در خوندید در دفتر دوم که دنبال آبو میره، اول از جای پای آبو دنبال آبو میره که آبو رو بگیره، بعد یه جایی میرسه تو جنگل که دیگه جاپا رو نمیبینه، بو رو تعقیب میکنه. وقتی که آهو رو گرفت تو بغلش دیگه، آهو بیا تو بغل من، دیگه دنبال بوی آهو نمیکنه. یه عاشقی رسید به معشوقش، بعد دیدش رو خلاصه دیت داشتن با هم دیگه، شروع کرد نامه هایی که نوشته بود در اون دیت شروع کرد بخوندن. عزیزم دوستم آقا این نامه اگه بر من خوندی تو الان اومدی پیش من، تو پیش منی دیگه، دیگه چیکار داری که نامه بخونی؟ اینجاست که این فرق میکنه. شاه را غیرت بود بر هر که او، بو گزیند بعد از آن که دید رو. اصل غیرت ها بدانید از اله، آن خلقان فرق حق بی اشتباه. این قسمت سوم رو نمیخونم، در بازم در مورد همین رازداری هست که یه قسمتی که لازم میدونم بگم و دیگه این قطعا قول میدم آخر قسمت بحث من هست، و اون اینه که یک مسئله خیلی مهمه. خداوند گاهی غیرتی میشه، مولانا میگه میگه غیرتی میشه، این راز رو نگاه کنی شما، غیرتی میشه و دورباش میده. دورباش دیدید که وقتی یک رئیس جمهوری کسی داره جایی میره، اطرافش یه سری مامورا هستن که مردم رو دورباش میدن، برید کنار برید کنار، اعلیحضرت داره تشریف میاره، رئیس جمهور داره تشریف میاره، اینا میگن دورباش. یه ماموران پلیسی هستن که اینا دورباش میدن، یعنی کسی که لیاقت بارگاه عشق نداره خداوند غیرت میکند و اون رو دورباش میده و دورش میکنه از خودش. چه جوری؟ با چی دور میکنه؟ با خیالات دورش میکنه، با خیالات. اونجا داره مولانا میگه دور باش غیرتت آمد خیال، گرد برگرد سراپرده جمال. سراپرده جمال خدا دور تا دورش پلیس وایساده. پلیس ها چی هستن؟ خیالات. شما دیدی وقتی میخوای نماز بخونی چی میگی؟ الله اکبر. اونایی که توجه کردم که من چی میگم، نماز کلید رو پیدا میکنه، مهمونا رو دعوت میکنه، تو بازار میره دعوا میکنه، اصلا این دور باشه دیگه، همش دور باشه. این خیالا که دست تو نیست، چون این قبلش تحصیل نکرده لیاقت را. قبلش از صبح تا ظهر 6 تا دروغ گفته، سر 4 تا برای کلا گذاشته، نمیدونم اینا. بعد حالا اومده میگه الله اکبر و الله واو، همش میچشه. این دور باش برو، آقا برو این کار چی من مسخره کردم ولی الله دزامش هم میکشی. نه این دور باش میده اینجا، با چی؟ با خیالات. بعدش هم نماز، بعدش هم آقا این نماز چه تأثیری در میاد؟ 40 سال شما نماز خوندید، محصول 40 سال نمازتون رو ببینید. آقا این داره میاد، آقا 40 سال دعای کمی خوندی، 40 سال دعای ندبه خوندی، 40 سال دعای توسل خوندی، چی شد؟ این دور باش. برای اینکه اون لیاقت از جای دیگه‌ای باید تأمین بشه. می‌فرماید دورباش غیرت آمد، غیرتت آمد خیال، گرد بر گرد سراپرده جمال. بسته هر جوینده را که راه نیست، خدا راهو بیمنده میگه ما بفهمیم بفهمیم شما راه نمیدن، بری جایی همونجا که بودی باش. هر خیالش پیش میآید بیست، یعنی خیال میاد میده بیست، با همین خیال خوش باش. بله میگن یه عاشقی هی میگفت آقا با من قرار بذار، به مشروع میگفت میخوام ببینم اینا، واسه قرار رو گذاشتن و سر قرار یه خورده مشروع دیر کرد، این گفت خوابید اونجا خوابش بود. و
بعد این محشوق اومد دیده خوابه، چند تا گردو گذاشت توی عرض کنم که آستینمو و جیبش هم پاره کرد که تو با همین گردو گردو بازی بکن، تو عشق نمیفهمی چیه که تو باید گردو بازی بکنی. بله میفرماید که جز، حالا نگاه کن اینجا چی میگه، جز مگر آن تیز گوش تیز هوش، کش بود از بله از جیش نصرت‌هاش جوش، لشکریان به او کمک میکنن، او رو میارن در اون صحنه قرار میدن و این خیالات او رو دور میکنه. و حسن ختام صحبت من فرازهایی از دعای ابو حمزه که همین ربطه به همین معنایی که داره خیالات خیلی قشنگ امام سجاد چقدر زیبا میگه، من براتون فقط سری میکنم، اللهم اینی کنم و قلت و قد تحیعت و تحبعت و قمت و لسلات بین یدی و ناجی تو که علقی تو علی ناس، خدایا هر موقع من خواستم یه قربی به تو پیدا بکنم، یه اتصالی به تو پیدا بکنم، کنم و قلت و قد تحیعت و محیا شدیم، تحبعت و داریم آماده سازی میکنیم که بیاییم با تو مناجات بکنیم، یک مرتبه یک چرتی بر من القا شد. از کجا اومد این چرت؟ الغیت علی نعاسم اذا انا صلیت، وقتی خود خواستم با تو صلاتی بکنم، و سلبتنی مناجاتک، مناجاتت از دل من سلب شد، اذا انا ناجیت، و زمانی که من داشتم مناجات میگم مالی حال من چیه، من حالا میخوام بدونم، امام داره میگه خدای این چه حالیه در من ایجاد شده که کلم و هر موقعی که قلتو با خودم نشستم و حرف زدم گفتم قد سر و حد سریرته و الحمدلله الان حال خوبی پیدا کردیم، و قرب من مجالس توابین مجلسی، من به مقام و موقعیت کسانی که میخوان رجوع بکنن و توبه بکنن نزدیک شدم، خدای چی میشه که عرضت لی بلیتون، یه بلایی بر من نازل میشه که عزالت قدمی، که پای من سوس میشه، و حالت بینی و بین خدمتک و بین من و بین خدمت تو حائل میشه. حالا چرا اینطوریه؟ چرا اینطوری شده؟ میگه برای اینکه این قرب به محبوب رو همون اونجا که بهت نمیدن، این قرب به محبوب رو قبلا باید استحاب و لقاء بلقوهش رو تحصیل کنی با رفتارهایی با مردم داری. آقا دروغ نگی، آقا کوتاهی نکنی، آقا ستم نکن، اینا این میگه باید با خودت کاری بکنی، میخوای اون راز برسی، این همینطور این تصفیه میشه، بعد این دیگه مستعده اینجا بهش میدن. اما در اینجا میگه نه، این خیال میاد، دور باش میاد. حالا چیه اون دور باشا؟ اینه، نگاه کنید، اینا رو هم سریع میخونم. سیدی لطاش ایناست، لعلک عن بارک تردتنی و عن خدمتک نهیتنی، شاید منو تو مطرودم کرد، من لیاقت ندیم، اون لعله که رأیتنی مستخفن به حقی، شاید تو دیدی که من حق تو رو خفیف شمردم، حق دیگران آن خیلی محترم بوده ولی حق تو رو خفیف شمردم، فاقصیتن منو دور کرد، اون لعله که رأیتنی معرزن انگ، اصلا دیدی من خودم از تو اعراض میکنم، عملا ذکر تو میگم ولی اصلا اعراض میکنم، فقلیتنی اون لعله که وجدتنی فی مقام الکاذبین، شاید در مقام کاذبین و دروغگویان من را دیدی که دروغ بودم و دروغ گفتم، دروغ بودم بله، فرفستنی او لعلک رأیتنی غیر شاکرن لنعمائه، خدایا شاید منو اینطور دیدی که شاکر نیستم، شاکر نسبت به نعمتات نیستم، شکر یعنی چی؟ غیر شاکرن لنعمائه، شکر هستش بوده کشره، شکره بوده کشره، قلب شده شکره، کشره یعنی کشفه، شکر یعنی کشف نعمت، شکر یعنی نعمت رو اظهار کنید. یه نفر پول داره اما یه جوری زندگی میکنه مثل که فقیره، این شاکر نیست. یه نفر علم داره یه جوری رفتار میکنه مثل که جاهله، این شکر نیست. او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فهرمتنی، او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء، شاید منو در مجلس آدم های آگاه و ما معرفت ندیدی، فخذلتنی منو مخذولم کردی، او لعلک رأیتنی فی الغافلین، خدایا شاید منو در بین آدم های غافل دیدی، فمن رحمتک آیستنی و تو دورباش داری منو مایوس کردی. همه اینا رو داره علت ها رو امام سجاد میگه، او لعلک رأیتنی عارف مجالس البتالین، شاید دیدی که من خیلی دوست دارم که تو مجلس بتالین باشم، فبینی و بینهم خلیتنی، او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی، شاید اصلا نمیخوای دعای من رو بشنوی،
فباعتنی منو دور کردی او لعلک به جرمی و جریدتی کافیتنی و شاید خواستی به جرم من و جنایات من منو مکافات کنی او لعلک به قلت حیایی شاید دیدی من بی حیام و حیای من کم است منو مجازات کردی اینها رو بخونید بعد آخرش میگه حالا درمانش چیه درمان رو میگه فا این افوتا من ناامید نمیشم مثنوی کتاب رو میگه با این همه حالی که من دارم فا این افوتا اگه منو عفو کنی و منو ساپورت کنی ای خدا یا ربه فتال ما افوتا عن المظلمین قبلی چه بسیار کسانی که قبل از من رو تو پناه دادی در پناه لطف حق باید کلی کوه هزاران لطف بر ارواح ریخ لأن کرمک ای ربه یجل و عن مکافات مقصرین برای اینکه کرم تو عظیمتر است از اینکه بخوای مکافات بکنی بسیار سپاسگزارم بقیه مباحث رو براتون دادم آدرسش هست مراجعه بفرمایید و خطاهای ما رو تذکر بدید ای خدای پاک و بی انباز و یار دستگیر و جرم ما را درگذار یاد ده ما را سخنهای رقیب کان به رحم آرد تو را ای خوش رقیب در خطا گفتیم اصلاحش بکن مصلحی تو ای تو سلطان سخن کیمیا داری که تبدیلش کنی گرچه جوی خون بود نیلش کنی این چنین میناگری ها کار توست این چنین اکسیرها اسرار توست من بسیار سپاسگزارم و واقعا اینو به معنی واقعی میگم تعارف نمیگم در برابر حضرت استاد من فقط درسمو پس دادم و افتخاری بود که با این چهره های آسمانی و مولانایی بنده مواجه هستم و انشالله که اون چرا که گفتم خطاهای من رو عفو کنید و نقص ها رو حتما تذکر بدین در خدمتون هستم بسیار سپاسگزارم دست همه شما رو میبوسم و مخصوصا استاد بزرگوار را خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما دست ما